سرخط خبر. آغاز واکسیناسیون کرونا در ایران از فردا. آفریقای جنوبی واردات واکسن آسترازنیکا را متوقف کرد چون میگوید در برابر سویه جدید کارایی ندارد. سفر نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن به تهران. مارتین گریفیتس برای پایان دادن به بحران با مقام‌های ایران گفتگو کرد. لغو یکی دیگر از تصمیم‌های ترامپ، ایالات متحده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باز می‌گردد. و تلاش امدادگران هندی برای نجات سیلزدگانی که زیر آوار ماندند. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. در ایران از فردا واکسیناسیون کرونا با واکسن روسی اسپوتنیک وی شروع می شود. به گفته مقام های ایران، اول کارمندان بخش مراقبت های ویژه بیمارستان ها این واکسن را دریافت می کنند. ولی در بعضی نقاط دیگر دنیا واکسیناسیون با اما اگرهایی همراه بوده، از جمله میزان موثر بودن واکسن آسترازنیکا بر نوع جهش یافته ویروس که از آفریقای جنوبی شایع شده زیر سوال رفته. اما شرکت سازنده گفته که کسانی که واکسن را دریافت کردند حتی اگر به این سویه مبتلا شوند احتمال وخامت حالشان کمتر است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. فردا ایران شاهد چنین صحنه‌هایی است. شروع واکسیناسیون کرونا. این تصاویر مربوط به آزمایش‌های بالینی واکسنی است که قرار است در ایران تولید شود. اما فردا از واکسنی استفاده می‌شود که تمام مراحل آزمایش را گذرانده و بررسی مقدماتی نتایج آن کارایی‌اش را تایید کرده. واکسن روسی اسپوتنیک. هم‌اکنون 10,000 دوز واکسن اسپوتنیک وارد ایران شده و قرار است اول به پرسنل بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تزریق شود. روزی 1,000 نفر. ایران میگوید 2,000,000 دوز واکسن اسپوتنیک خریده که به تدریج در کنار چند واکسن از اروپا، چین و هند وارد می شود. بخت با ایران یار بود که با وجود ممنوعیت ورود واکسن های آمریکایی و بریتانیایی از سوی آیت الله خامنه ای، واکسن روسی اسپوتنیک به تایید دانشمندان رسید. و اگر بخت بیش از این هم یار باشد، 3 واکسن ساخت داخل از جمله کوپارس که امروز رو نمایی شد هم کارایی خود را نشان می‌دهند و به مردم تزریق می‌شوند. ولی در مورد مهار کرونا در سطح کنونی ایران به این اندازه خوش اقبال نبوده. با اینکه تعداد رسمی جانباختگان به زیر 70 نفر در روز رسیده، اما مقام‌ها و کارشناسان هشدار دادند 4th موج سهمگین ابتلا در راه است. در خوزستان مراجعه به بیمارستان و موارد بستری تنها در هفته گذشته در بعضی شهرها مثل دشت آزادگان و آقاجری 10 برابر شده. پایین آمدن شیب ابتلا و مرگ و میر بسیاری از ایرانیان را نسبت به خطر شیوع کرونا بیتوجه کرد و مسئولان هم تلاشی جدی برای مقابله با این بیتوجهی نکردند. ایران حالا در زمره کشورهای قرار می‌گیرد که با تند شدن شیب ابتلا به کرونا واکسیناسیون را شروع می‌کنند. کشورهایی که خاکستری رنگ هستند از جمله ایران تا امروز واکسیناسیون را شروع نکردند. آفریقای جنوبی که قرار بود از هفته آینده این کار را شروع کند، حالا گفته واکسن آسترازنیکا آکسفورد برای پیشگیری از نوع جهش یافته ویروسی که در آن کشور شایع شده کارایی لازم را ندارد و به همین خاطر ورودش را متوقف می‌کند. سازندگان واکسن گفتند می‌کوشند آن را برای مقابله با ویروس جهش یافته آفریقای جنوبی ارتقا دهند. چالشی که حالا تولید واکسن در جهان را به مسابقه برای عقب نیفتادن از گونه های جهش یافته کرونا تبدیل کرده. سیاوش اردلان، بی بی سی. دکتر مازیار اشرفیان بناب از ساندرلند با ما هستند. آقای دکتر، نتایج مطالعاتی که در آفریقای جنوبی انجام شده درباره آسترازنیکا ناامید کننده است، اما بعضی کارشناسان معتقدند که همچنان آفریقای جنوبی باید ادامه میداد به استفاده از این واکسن و فعلا برنامه را قطع نمی‌کرد. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه بی بی سی. بله، در واقع من
هم با این نظری که فرمودید تا حدی موافقم، نه فقط واکسن آسترازنکا بلکه حتی واکسن های فایزر، مدرنا و جانسون اند جانسون هم تا حدودی نشون داده شده که نمیتونن به اندازه سایر گونه های ویروس کووید 19 روی گونه ای که در آفریقای جنوبی پیدا شده و گسترش پیدا کرده مثل سایر گونه ها موثر باشن. ولی خب در واقع با مطالعه اولیه و محدودی که انجام شده ظاهرا ویروس آسترازنکا روی حدود 90% افراد مبتلا نتونسته تاثیر بسیار مثبتی بگذاره. البته نتیجه گیری بسیار زود است، 2000 نفر واقعا رقم بسیار کمیه برای مطالعه اثر بخش یک واکسن. به طور معمول چیزی بالای 40-50 هزار نفر باید مورد آزمایش قرار بگیرن و نتایج به دقت بررسی شن. ولی خب به هر حال مسئولین کشور آفریقای جنوبی این تصمیم رو گرفتن و به هر حال واکسن هایی رو استفاده خواهند کرد که احتمالاً بیشتر تاثیر خواهند داشت برای گونه جدید کووید 19. بله، البته درباره یه واکسن آسترازنیکا قبلا هم تردیدهایی مطرح شده بود از طرف کشورهای اروپایی که مثلا ممکنه روی افراد مسن‌تر خیلی موثر نباشن و این باعث شده که بعضی تردید کنن درباره این که واکسن رو بزنن یا نه. خب به هر حال تردید در مورد همه واکسن ها وجود داره، ولی شواهدی که ارائه شده واکسن آسترازنیکا واکسن بسیار موثری است و میتونه بسیار مفید باشه برای جلوگیری از ابتلا به کووید و حتی کم کردن عوارض ابتلا، یعنی نوع اگر فردی هم مبتلا بشه بیماری شدید و کشنده رو نخواهد گرفت. در واقع هیچ دو واکسنی نمیتونن یکسان باشن، عملکردشون یکسان باشه، ممکنه واکسن قدری قوی تر یا قدری ضعیف تر باشه و این رو باید بدونیم. این نکته مهم اینه که همونجور که ما هر سال در مورد بیماری آنفولانزا باید واکسن بزنیم، در مورد کووید هم نهایتاً به این نقطه خواهیم رسید، چون واکسن آنفولانزا همونجور مثل واکسن کووید این ویروس ها در واقع چون جهش پیدا میکنن، تغییرات ژنتیکی پیدا میکنن، ما لازم هر سال واکسن بله. جدید رو بر علیه ویروس های جهش یافته بسازیم و در مورد کووید هم همین آن در مورد آسترازنکا روی گونه های جدید داره کار میشه و توان در واقع واکسن رو روز به روز دارد افزایش میدن تا گونه های جدید رو هم بتونه بپوشون. ممنونم ازتون دکتر مازیار اشرفیان بناپام. چند خبر کوتاه. ایران میگوید اگر تحریم ها تا کمتر از 2 هفته دیگر برداشته نشوند، نظارت و بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی را محدود می کند. سخنگوی وزارت خارجه گفته ایران در صورتی به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی ادامه می دهد که طرف های دیگر به تعهداتشان باز گردند. رئیس جمهوری آمریکا اما گفته پیش از توقف غنی سازی اورانیوم با خلوص 20% تحریم ها برداشته نخواهند شد. رهبر ایران هم گفته ایران فقط پس از رفع تمام تحریم ها به تعهدات برجامیش باز می گردد. رضا اسلامی استاد حقوق بشر دانشگاه بهشتی تهران به 7 سال حبس محکوم شده. خبرگزاری هرانا با انتشار این خبر گفته که آقای اسلامی که ایرانی کانادایی است به خاطر شرکت در یک دوره یا آموزشی حقوق در کشور چک به همکاری با دولت متخاصم آمریکا متهم شده. آقای اسلامی اتهامات علیه خود را بی اساس خوانده. اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان گفته با اصلاح قانون و جریمه شرکت‌های مخابراتی توانسته جلوی فروش 70% از سیم کارت‌های ثبت نشده را بگیرد. نورولی سعید چینواری سخنگوی این اداره گفته به شرکت‌های مخابراتی هشدار داده شده که تا پایان سال تمام سیم کارت‌های فعال موجود را هم ثبت کنند. گفته شده از سیم کارت‌های ثبت نشده برای هماهنگی در انفجار بمب‌های آهنربایی استفاده می‌شود. سبا آذرپیک روزنامه‌نگار ایرانی که به تازگی بازداشت شده بود به گفته همسرش با قرار کفالت آزاد شده. عطاالله حافظی همسر خانم آذرپیک پیشتر در توییت گفته بود که او پس از احضار پلیس فتا بدون احضاریه و ابلاغیه و با خشونت بازداشت شده بود. خانم آذرپیک در سالهای پیش هم دوبار بازداشت شده و یک بار نزدیک به 3 ماه را در انفرادی گذرانده.
سعیده آگنجی روزنامه نگار از هلسینکی فنلاند با ما هستن. آقای آگنجی، آیا مشخص است که خانم آذرپک دلیل اینکه پلیس فتایشون رو بازداشت کرده بود چی بود؟ ببینید، در مورد بحث فساد خانم آذرپک در این مدت یک سال گذشته بیشتر فعالیت داشتن و پرونده های مختلفی رو حالا افشا کردن. حالا این اطلاعاتی که به ایشون میرسه، حالا میشه گفت اطلاعات هدفمندی است، مثل هر روزنامه نگار دیگه در کشورهای دیگه که در اختیار روزنامه نگارها قرار میگیره. و در آخرین پرونده بود در مورد فساد قوه قضاییه و افرادی که در قوه قضاییه حضور دارن، و باید این نکته رو در نظر داشته باشیم. تا کنون خانم آذرپک بیشتر نهادها و افراد دولت، نزدیک به دولت یا افرادی که مخالفین حالا یا منتقدین سیاست‌های حاکمیت بودن رو افشا کرده بود. در این مورد تازه تفاوت در این هست که زمانی که این بحث رو افشا کردن، باعث شد حالا بازداشتی صورت بگیره و با ایشون برخورد بشه. به دلیل این هست که حاکمیت ایران یک مسئولیتی رو برای نهادهای تحت نظارت خودش مثل سپاه پاسداران، قوه قضاییه یا افرادی مثل نزدیک به خودش مثل قالیباف در نظر میگیره که برای رسیدگی به فسادهای اینها مانع ایجاد میشه و افراد دیگه یا روزنامه‌نگارهای دیگه‌ای که هستن حتی شهامت این رو ندارن به دلیل ترس برخوردهای امنیتی وارد این حوزه ها بشن. خانم آذرپک هم خب مستثنا نبودن. حالا زمانی که از اون خط قرمز حاکمیتی عبور کردند و از اون خط قرمز عبور کردن و قوه قضاییه رو هدف قرار گرفتن، با ایشون برخوردی رو صورت دادن و حالا با صورت خشونت‌آمیزشون رو بازداشت کردن. ولی دفعه اولی نبوده که خانم آذرپک بازداشت شدن. درباره موردهای قبلی چی میدونی؟ ببینید، ایشون آخرین بار در سال 93 بازداشت طولانی مدت داشتن که بازداشت شده بودن و حالا بعد از پرونده هایی که مثلا داشتن، یک بخشی حالا از پرونده های ایشون صرفا مربوط به موضوعات پرونده های فساد نبوده، حالا فعالیت های دیگه روزنامه نگاری داشتن با روزنامه نگارهای دیگه که در سالهای گذشته در 19 روزنامه نگار که بازداشت شدن، ایشون بازداشت شده بودن در نزدیک انتخابات سال 92 و پرونده های دیگه هم داشتن، یعنی که صرفا این نبوده. اما بازداشت های اخیر ایشون یا احضارهایی که ایشون اخیرا شدن در یک سال یا حالا دو سال گذشته میشه گفت، بیشتر در مورد پرونده های فسادی بوده که ایشون افشا کردن، در مورد پرونده هایی بوده که حالا در مورد رانت هایی که وزرای دولت روحانی یا حالا دولت های گذشته در اختیار داشتن و پرونده هاشون افشا شده، یا پرونده های فساد های دیگه افراد یا شخصیت ها یا نهاد های دیگه بوده. و میشه گفت که در اصل برخورد هایی رو که در حال حاضر با خانم آذرپک در چند سال اخیر میشه گفت صورت گرفته و حال احضارهایی که شده یا هر چیز دیگه، در راستای همین پرونده های فسادی بوده که ایشون مبارزه با فساد رو مثلا دارن انجام میدن در اصل و این برخوردها باشون صورت گرفت. درباره خبرنگارهای دیگه هم اخیرا شنیده شده که مثلا فسادی رو گزارش کردن و بعد خودشون پرونده براشون تشکیل شده و حتی حکم زندان گرفتن. الان وضعیت گزارش دادن و خبررسانی در این مورد در ایران چطوره؟ ببینید، در جمهوری اسلامی یک سری از همونجور که اول بحث گفتم، یک سری از افرادی و یک سری از شخصیت‌ها، یک سری از نهادها خط قرمز حکومت هستند، یعنی ورود به فسادهای اونها یک نوع ممنوعیتی رو داره. حالا این اشخاص میتونن افراد نزدیک به حاکمیت باشن، افرادی مثل آقای قالیباف میتونن نهادهای نزدیک به حاکمیت باشن، مثل قرارگاه خاتم الانبیا که در فسادهای شهرداری دوران قالیباف هم حتی مشخص شد که چه نقشی رو داشتن. اما از این خط قرمز نمیتونه هیچ روزنامه‌نگاری در ایران به دلیل محدودیت‌هایی که از نظر آزادی بیان وجود نداره، از نظر آزادی‌هایی که سیاسی که وجود نداره، از این خط قرمزها عبور کنه. در نتیجه به همین دلیل هست که حاکمیت زمانی که روزنامه‌نگارا از این خط قرمز عبور می‌کنه، با اونها برخورد امنیتی یا قانونی می‌کنه. خیلی ممنونم ازتون سعیده آگنجی. با ما
مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ملاقات کرد. این اولین باری است که این مقام سازمان ملل به ایران سفر می‌کند. مارتین گریفیتس در تلاش است تا طرفین درگیری‌های یمن آتش بس اعلام کنند و راه ارسال کمک‌های بشردوستانه به یمن هموار شود و ایران مهمترین حامی گروه حوثی‌های یمن محسوب می‌شود. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. جنگ یمن از سوی بعضی ها جنگی نیابتی توصیف می شود. جنگی که در ظاهر میان حوثی ها و ائتلافی از کشورهای عربی، دولت در تبعید و شبه نظامیان جدایی طلب در این کشور در جریان است. اما در نگاه برخی در پشت پرده مچندازی عربستان است با ایران. الموت امریکا! الموت اسرائیل! مسئله ای که کار مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن را حسابی دشوار کرده. او در 3 سالی که این مسئولیت را بر عهده گرفته، بارها در صنعا با حوثی‌ها ملاقات کرده و بارها به ریاض سفر کرده و علاوه بر سران عربستان تلاش کرده تا عبدرب و منصور هادی، رئیس جمهور در تبعید یمن را به آتش بس ترغیب کند. اما این نخستین بار است که در تهران روبروی وزیر خارجه ایران نشسته، کشوری که مهمترین حامی حوثی‌های یمن محسوب می‌شود. آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، نه تنها شخصا در تهران با نمایندگان این گروه ملاقات کرده، بلکه به شکل علنی از مبارزه مسلحانه آنها علیه دولت مورد تایید سازمان ملل حمایت کرده است. موضع ایران که امروز توسط سخنگوی وزارت خارجه تکرار شد نیز رنگ و رویی محکم پسند دارد. قدم اول متوقف این جنگ و خونریزی در یمن هست و البته حتما خروج از خاک یمن در چارچوب ابتکار سازمان ملل متحد. تمامی این گفتگوها میتونه صورت بگیره، اما در مورد آینده یمن قطعاً باید مردم یمن و گروه‌های یمنی صحبت بکنند. طرف روبرو اما ایران را متهم می‌کند که به حوثی‌های یمن موشک داده تا به خاک عربستان حمله کند، اتهامی که سازمان ملل نیست آن را تایید کرده و تحقیقات مستقلشان نشان داده که تعدادی از این موشک‌ها ساخت ایران بودند. در حال حاضر در یمن گروه حوثی‌ها که در واقع یک گروه شبه نظامی است، این بخش‌های قرمز رنگ را کنترل می‌کند و در جنگ با دولت در تبعید یمن است که بخش‌های سبز رنگ را در اختیار دارد. بخش‌های سیاه هم تحت نفوذ القاعده یمن است. نتیجه بزرگترین بحران بشردوستانه، توصیفی که سازمان ملل برای وضعیت امروز یمن از آن استفاده می‌کند. کیوان حسینی، BBC. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. آفریقای جنوبی واردات واکسن کرونا آسترازنیکا آکسفورد را متوقف کرد، چون میگوید این واکسن در برابر سویه جدید که در این کشور شایع شده کارایی لازم را ندارد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن برای پایان دادن به بحران در این کشور به تهران سفر کرده و با مقام‌های ایرانی گفتگو کرده است. در ادامه برنامه، سقوط مرگبار یک یخچال طبیعی در هند و تلاش امدادگران برای نجات بازماندگان. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام کرده که این کشور دوباره به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌پیوندد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا حدود 2.5 سال پیش این نهاد را به ریاکاری، بی‌اعتنایی به نقض حقوق بشر به ویژه در مورد ایران و اتخاذ مواضع مغرضانه علیه اسرائیل متهم کرده و از آن خارج شده بود. کامبیز فتاحی خبرنگار ما از واشنگتن با ماست. کامبیز، این یکی از دیگر از تصمیم‌های آقای ترامپ بود که آقای بایدن قبلا گفته بودش که لغوش خواهد کرد. بله، خب یک میشه گفت عمل کردن به وعده‌های دوران انتخابات و کارزار انتخاباتی هست و دلیلش رو هم آقای بلینکن وزیر خارجه اعلام کرده که گفته که در راستای استفاده مؤثر از سازمان‌های بین‌المللی برای پیشبرد سیاست خارجی آمریکا که به گفته او مبتنی بر دموکراسی، حقوق بشر و برابری هست، تعاملات جدی و فوری آغاز میشه. البته دستور آقای بایدن رئیس جمهور هست. انتقاد کوچکی هم شده که به هر حال گفته اینها تمرکز زیاد داره این سازمان بر اسرائیل، اما گفته شده که چون نبود آمریکا بر سر میز در این سازمان به یک خلأ رهبری ایجاد کرده، یا گفته اینها کشورهای استبدادی
این رو دارن پر میکنن، به همین دلیل آمریکا قصد بازگشت داره و برمیگرده البته به عنوان ناظر. من یک مسئله رو البته بهش اشاره بکنم، عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک فراز نشیب‌های زیادی داشته. در دوران جورج بوش پسر آمریکا با تشکیل این سازمان مخالف بود، علیه تشکیلش رأی داد، کمیته حقوق بشر سازمان ملل رو کافی میدونست و بعد هم عضو نشد. دوران اوباما در دوران دموکرات‌ها 180 درجه برگشت، آمریکا عضو شد. در دوران آقای ترامپ دیدیم که یک سال بعد از رسیدن به قدرت در واقع آمریکا رو از این کشور، از این سازمان خارج کرد. یکی از انتقادها مربوط به ایران بود که گفتن چند ماه بعد از سرکوب خونین آبان 98 گفتن این سازمان واکنش جدی نشون نداده و میگفتن که سازمانی که کوبا و ونزوئلا اگر عضوش هستند هیچ مشروعیتی نداره. با این استدلال اومدن بیرون که حالا میبینیم امروز یک چرخش 180 درجه آمریکا کرده و دوباره داره به این سازمان برمیگرده. با اینکه آقای بایدن گفته بودش که از قبل که برخواهد گشت به این شورا، وزیر خارجه‌اش امروز باز هم به هر حال انتقاداتش رو مطرح کرده و گفته که این نهاد نهادیه که نقص‌هایی داره و باید اصلاحاتی درش صورت بگیره. خب بله، خب موضع دموکرات‌ها این است که نهاد شاید ایراد داشته باشه، شاید کل سازمان ملل ایراد داشته باشه، اما دلیل نمیشه که آمریکا عضو این سازمان‌ها نباشه. اینها به خصوص دولت جدید آقای بلینکن، اینها به اینها میگن لیبرال اینترنشنالیست بهشون میگن. اینها کسانی هستن که طیفی هستن در آمریکا که دهه‌ها پیش سازمان ملل رو اصلا نقش مهمی داشتن در تأسیسش و اعتقاد دارن که آمریکا باید بمونه، از اینها استفاده بکنه برای پیشبرد منافع و ارزش‌هاش و اصولش، که سه مورد رو هم تاکید کردن. الان میگن دموکراسی و حقوق بشر و برابری. بنابراین برخلاف دولت قبلی و جمهوری خواهان که نامشروع میدونن به کل این نهاد شورای حقوق بشر رو، اینها نمیگن که این ایراد نداره، داره از نظر اینها، اما میگن که میخوان بر سر میز باشن. و فراموش نکنیم یک چنین سازمانهایی، یک چنین نهادهایی ابزار خیلی قوی به دست اینها میده برای فشار بر کشورهای از جمله ایران، که به نظر میاد با توجه به خط مشی که دولت جدید داره، آقای به خصوص آقای بلینکن، مسئله حقوق بشر به صورت جدی در مورد حکومت ایران مطرح خواهد شد. ممنونم ازت کامبیز فتایی از واشنگتن. ماما وزارت داخلی افغانستان میگوید فرمانده پلیس ولسوالی حصه اول در ولایت وردک را به خاطر درگیری چند روز پیش پلیس با معترضان در بهسود از کار تعلیق کرده. در شلیک نیروهای پلیس به معترضان در بهسود دست کم 11 غیر نظامی کشته شدند. این اعتراض به ویژه به حضور نیروهای ویژه شکل گرفته بود که گفته میشد برای بازداشت یک فرمانده محلی آمده بودند. علی حسینی از کابل گزارش میدهد. با خدا همی ظلمی که دمزی شده در دایش نکده، مو دایش که با همزی مهمات گرفته همی ظلم نکده. روایت یکی از آنهایی که میگویند ساعتها توسط پلیس بازداشت شدند. همکاری همزو سربازی ازبک پس از درگیری بین پلیس و مردم حصه اول بهسود. همی زخمی که ما در انتقال دادم خود من شخصا که قدر موضوع قطعی آزاد شدم، اونمو زخمی تا 3 بجره در بیرون بید. دو روز بعد از زد و خورد، هیئتی با حضور معاون شورای امنیت ملی به بهسود رفت تا قضیه را بررسی کند. این هیئت با فرمانده پلیس میدان وردک و مردم صحبت کرده و دو روز پیش گزارش خود را به وزارت داخله ارائه کرد. گزارشی که میگوید در تظاهرات روز جمعه 10 دلو بهمن 11 غیر نظامی کشته و 31 غیر نظامی زخمی شدند. وزارت داخله امروز با نشر اعلامیه گفت که در پیوند با این قضیه وظیفه فرمانده پلیس میدان وردک به حالت تعلیق درآمده و قضیه به دادستانی سپرده شده تا در پرتو قانون موضوع به شکل اساسی بررسی شود و عدالت تامین گردد. موضوع بهسود بی ربط به فرمانده این نیروها نیست، فرمانده علیپور. از دید وزارت داخله عبدالغنی علیپور فرمانده یک گروه مسلح غیر مسئول است. از دید مردم و هوادارانش اما او علیه طالبان و در دفاع از منطقه سلاح به دست گرفته. به نظر می رسد یکی از دلایل نارضایتی مردم حضور نیروهای ویژه در حصه اول بهسود با هدف بازداشت آقای علیپور بوده. نارضایتی که در نهایت با شلیک نیروهای پلیس جان دست کم 11 غیر نظامی را گرفت. علی حسینی، بی بی سی، کابل.
چند خبر کوتاه. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دومین جلسه دادگاهش تمام اتهامات را رد کرده و خود را بیگناه خوانده. او به رشوه‌خواری، کلاهبرداری و نقض اعتماد عمومی و زد و بند با رسانه‌ها متهم است. آقای نتانیاهو گفته هدف دادگاه باجگیری سیاسی از اوست. دادگاه او در زمان حساسی برگزار می‌شود، چرا که اسرائیل 6 هفته دیگر شاهد برگزاری انتخابات عمومی است و ادامه نخست وزیری آقای نتانیاهو به نتیجه آن بسته دارد. در میانمار همزمان با اعتراض ده‌ها هزار نفر به کودتا، فرماندهان ارتش به مخالفان درباره ادامه تظاهرات هشدار دادند. در بیانیه‌ای که در تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد، به تظاهرکنندگان درباره حرکت‌هایی که به ثبات و آرامش و حاکمیت قانون ضربه بزند هشدار داده شده. این در حالی است که امروز در یانگون، بزرگترین شهر این کشور، هزاران معترض از جمله وکلا، معلمان و کارمندان دولت خواهان اعتصاب سراسری شدند. در اثر سقوط بخشی از یک یخچال طبیعی کوههای هیمالیا در رودخانه‌ای در شمال هند، دست کم 14 نفر کشته و 150 نفر مفقود شدند. سقوط یخچال در رودخانه باعث طغیان و باز شدن ورودی یک سد شده و سیلابی عظیم راه انداخته. گفته شده بیشتر مفقود شدگان کارگران یک نیروگاه در دست احداث هستند. پل هاکینز گزارش میده. اینها از خوششانس ها هستند. این کارگرها با کمک تیم امداد نجات پیدا کردند زمانی که در این تونل گیر افتاده بودند. زنده ماندن این گروه شبیه یک معجزه است. این صحنه فرو ریختن بخشی از یخچال های طبیعی کوه های هیمالیا به دره ریشیگانگا در شمال هند است که صبح روز یکشنبه سیل مخربی را به راه انداخت. حدود 50 تا 100 نفر رو سیل با خودش برد و فرصت نکردن که فرار کنن. شرایط خطرناکیه. مردم ترسیدن و به جنگل ها پناه بردن. رودخانه طغیان کرده و راه ها و خانه های زیادی خراب شده اند. عملیات نجات در جریان است و صدها سرباز ارتش هند همراه گروه های امداد به منطقه اعزام شده اند. تخمین زده میشه که حدود 125 نفر ناپدید شده باشن، ولی تعداد ممکنه بیشتر از این باشه، چون نیروگاه فرصت نداشتن آمار دقیق به ما بدن. همه فعلا مشغول عملیات نجات هستند. ناریندرا مودی نخست وزیر هند میگوید که به طور مداوم اوضاع را دنبال میکند. بسیاری جانشان را از دست دادند یا زیر آوار و گل و لای ناپدید شدند. سرنوشت 150 کارگر دو نیروگاه برق در حال تأسیس هنوز نامعلوم است. ولی چون این صحنه امدادگران را به ادامه جستجویشان امیدوار می کند. پول هاکینز، بی بی سی نیوز. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.